وای میبینید رگ داره تنش اصلا ناکن، یه چیز سیاه قد بلند و که تعریف ما از جنه احضار میکنه. ای رفت تو جلد مرده. دیدن ویدیوهای ترسناک باعث میشن کم کم دیگه از هیچی نترسی. سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. باز اومدم با چند تا ویدیو ترسناک بد فریکی دیگه. خب رفقا، ویدیو امروز طبق معمول چند تا ویدیو ترسناکی که براتون انتخاب کردم که مقدار ترسناکیش از اول به آخر زیاد میشه. شرمنده مقدار دیر ویدیو گذاشتم، این چند روزه خیلی درگیر بودم. ان‌شاءالله هفته دیگه خودتون متوجه میشید این درگیری‌ها برای چیه و از ویدیوهای بعدی میفهمید که قراره چیکار کنم. خب دیگه حرفو کم کنم، سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. کامنتی چیزی داشتید حتما برام بنویسید. پس خیلی ملو بریم جلو. خب رفقا، ویدیو اول راجع به یه سگه توی خونه که ببینید چه بلایی سرش میاد. خیلی دوست دارم راجع به سگا بیشتر ویدیو بسازم چون خودم هم تجربهش میکنم. موجوداتی هستن که میتونن همه چی رو ببینن. وای زدش اینجا، مطمئنم یه بلای سرش آورد. جیغ بنفشی زد. اینجا قشنگ معلومه که داره یه چیزی رو میبینه، با یه چیزی داره درگیر میشه. این ویدیو راجع به یه یوتیوبره که رفته توی قبر خوابیده. علنن تیشرتشو کشید. قشنگ برداشت. اینو دیگه نمیشه گفت ساختگیه. عمرش نمیره. یکی انگار از پشت کشیدش قشنگ. دستی من دیدم. ویدیو بعدی راجع به یه موجود فرازمینیه که جدیداً توی یه دونه دوربین افتاده و ویدیوش وایرال شده. انگار به شبیه به یه فرشته است. نمیدونم. من خودم زیاد با مبحث فضایی و این چیزا زیاد ارتباط برقرار نمی کنم، ولی بیشتر با اجنه و ارواح و این چیزا ارتباط می گیرم. خیلی وایرال شد توی یوتیوب این ویدیو، تازه گرفته شده. قشنگ نمیدونم، انگار یه موجود فضاییه، یه فرشته است، چیه؟ توی این ویدیو دو تا جستجوگر میرن توی کلبه وحشتناک توی ژاپن که ببینید چی میفته. ا
یه چیزی وایستاده بود اونجا. این افسانه ژاپنی هست که فیلم کینه هم از روی همون ساخته شده. تمام جستجوگرهای ژاپنی اون مدلی میبینن، نمیدونم حالا بر چی. یه زن با موهای سیاه، چشمای سیاه زشت. اینجاشو با دقت ببینید، واک چشای زشتی داشت. ببین این اگه غیر واقعی هم باشه دختر خیلی ترسان که. این ویدیو توی روسیه گرفته شده که یه موجود عجیب غریب توی برفا یخ زده، بهش میگن کریچر یا همون یه چیزای کوچیک مثل آدم کوتوله، که چند تا ویدیو هم راجبشون گذاشتم من. من مطمئنم که اینا قبیله دارن، زندگی میکنن، واسه خودشون خونه دارن. ولی خب از دست انسان قایم میشن دیگه. میبینید رگ داره تنش، اصلا این خیلی نزدیک به واقعیته، مثلا نمیشه بگیم ساختگیه. تو برفا یخ زده، شبیه آدم فضایی هم هست یه خورده. تو این ویدیو هم یه مراسم شیطان پرستی توی آفریقاه که با طلسم و جادو از رو زمین بلند میشه. البته بگم کار همچین خفنی نمیکنه، توی ایران خودمون هم خیلیا بودن که با ریاضت کشیدن و با یه سری این اعمالات تونستن که پرواز کنن، از رو زمین بلند شن و از این کار. مرتضای هندی خیلی این کار رو کردن. ریاضت کشیدنشون خیلی سخته، مثلا 40 روز رو به دیوار میشینن، هیچی نمیخورن، دستشویی نمیرن، هیچ کار نمیکنن. Could it be that there are in fact invisible fields of force which this shaman is able to take advantage of? The shaman's breathing has become unusually fast. البته این قبیله با طلسم و جادو و کارهای شیطانی داره این کارو میکنه. اینایی که گفتم داستانش فرق میکنه. تو این ویدیو دو نفرن که یوتیوبرن، جستجوگرن، پاشدن رفتن تو قبرستون. وقتی صدا میزنن یه دختر بچه جوابشونو میده، صدای دختر. دیدید؟ رفقا من اینو بگم، توی قبرستون جستجو اصلا کار خوبی نیست و
و هر جستجوگری که بره تو قبرستون معلومه که ناشیه و این کاره نیست. قبرستون جای جن و این چیزا نیست. شما با روح مردگان کار داری و مزاحم مرده ها داری میشی. یه چیزی رد شد. ولی خب خطرش هم خیلی بالاست. هیچ وقت قبرستون برای این کارا نرید. تو این ویدیو یه مراسم جنگیری ژاپنیه. این ویدیو برای منم خیلی عجیب بود که توش ببینید چه اتفاقی میفته. علناً جنگیری میکنن با جن رو نشون میده. نکن یه چیز سیاه قد بلند رو که تعریف ما از جنه احضار میکنه. نمیدونم خیلی وحشتناکه. به نظر نمیاد ساختگی باشه ویدیوش. دستشو میاره رو سر شاگرد قش میکنه. این قیافه شبیه یه زامبیه. چشاش چرا اینجوریه؟ چشاش اومد بیرون. تو افسانه هاشون از این موجودا خیلی زیاد دارن. داشتن از یه دختر جنگیری میکردن این دوتا که یهو این ظاهر شد. این دیگه خیلی وحشتناک بود. ای رفت تو جلد مرده. خب رفقا ویدیوی بعدی، ویدیو آخر، بازم یه دونه از اون ویدیوهای ترسناک هیجانی براتون آماده کردم. این دفعه دیگه واقعا ترسناکه. با هم دیگه تا آخرش رو ببینیم. هنسفیری حتما بذارید، هیجانش دو برابر میشه. کلید داستانه. راهروی خونتون داره میره، یهو یه چیزی اونجوری نشسته باشه. چقدرم بد درستش کردم. مزاحم نشو.
صدای فیلم کینه رو میده. پلشتم که همیشه وسط کار میاد. وایسه با این بدبخت داره سکته میکنه. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. این ویدیویی که براتون آخر گذاشتم یه تیم مالایی هم فکر کنم که ویدیوهای ترسناک درست میکنن، ساختگیه ولی خب هیجان خیلی بالایی داره. رفقا هیجان بالا توی زندگی همه ماها ضروریه. من که 24 ساعت دنبال هیجان و ترسیدن و دنبال کلا از همه چی، یا شهربازی رفتن یا اینجور ویدیوها رو دیدن، کلا از همه چی سعی میکنم یه هیجانی بگیرم، چون بدون هیجان زندگی یه نواخ میشه و آدم بیشتر به افسردگی نزدیک میشه. رفقا دمتون گرم، توی این هفته منتظر ویدیوهای خیلی خیلی کولاک باشید. من پویا هستم و زنده باد ایران.